أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المجرمين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه. فيها طويلا سلامتي وخشنودي وفرج وجود مقدسش، هدیه به ساحت مقدسش، شادی قلب نازنین و مغموم و غصه‌دارش، چشمان گریانش. خدای منان آقا را از ما راضی کن انشاءالله، فرجش را در زمان ما قرار بده. صلوات عرض کردم که در این آخر کار، چون تاریخ خاتم الانبیا را با یه دهه دو دهه یک سال نمی شود در آیات و روایات و تاریخ سنی و شیعه، عشیرهش، زنهاش، قبائلش، فامیلش، جنگهاش، غزواتش، سرایاش و امثال ذالک، اینا با این چند روز نمیشه جمعش کرد. لیکن موضوعی که لازم بود من یه مقدار در زمنش حرف بزنم، با توجه به این که وهابیت امروز سپاهی تشکیل داده است به نام سپاه صحابه و در مقام دفاع از این اصحاب رسول الله شیعه را در بلاد اسلامی به خاک و خون میکشه، من دیدم لازم است در قرآن کریم یه نظری به اصحاب بندازیم. مطالبی را دیروز عرض کردم، تکرار نمیکنم. و اما امروز یکی از جنگهای خونبار اسلام در سال سوم هجری جنگ احد است. یه مقدار من در این زمینه یه مکس مختصر اجازه بدید عرض کنم. فرض بفرمایید هر کی رفته بیابان احد الان میتونه مجسم کنه. این منبری که الان من روش قرار دارم، فرض بفرماد اون کوه کوچکی که در کنار کوههای احد وجود داره، همینجور رو کوه که وامیسی به سمت همینجور که من نشستم، وقتی وامیسی دست راست رشت کوه طویل و عریض و عظیم احد است. بین این کوه و کوه رشت کوه احد یه تنگهیست که از پشت این کوه باز میشه به میدان جنگ. این جلو روی کوچه وامیسی، این جلو میدان جنگ بوده.
هر کی رفته و رفته رون کوه الان براش مجسم میشه. این دامنم دامنه کوه احده، بین این کوه کوچه که الان بر اثر 1400 سال صعود و نزول سایده شده، سرش کوتاه شده و پاشم شسته شده با آرانها و رفت آمدها، پاشم بالا آمده، هم دره گودتر بوده است، همین کوه بلندتر در 1400 سال قبل، سال سیوم هجری. عرضمت بر این که لشکر کفر شرک به فرماندهی ابو سفیان علیه اللعنه بت بزرگ هبل را بار بر شتر کردن، بین مکه و مدینه 500 کیلومتر راست، با چندین هزار لشکر خونخوار و جرار و بیرحم اومدن برای انتقام جنگ بعد سال قبل که 70 نفر از سران قریش، 18 نفر از بنی امیه کشته شده بودن. رسول معظم اسلام این بیابان را برای جنگ معین کرد، به شخصی به نام عبدالله ابن جبیر فرمان داد با 50 نفر، فرمود شما این تنگه بین این کوه و این کوه را شما حراست کنید، مراقبت کنید، مواظبت کنید، لشکر دور نزنه از پشت ما حمله کنه، ما پیروز بشیم شما اینجا رها نکنید، ما شکست بخوریم شما اینجا رها نکنید، غنایم را من سهم شما را میدم، خاتم الانبیایی که صدیق اکبر و اعظم است و غل و غش و خیانتی در لسان وجود مبارکش نیست، به این 50 نفر قول داد، فرمان اکید، هی تأکید فرمود اینجا را رها نکنید. عرضم برای که جنگ در گرفت. در مرحله اول چند نفر، من در بقام بیان مشروع نیستم، گزیده میگم آراد میشم به اونجاش که میخوام برسم برسم. در مرحله اول چندی نفر از سران شرک به دست مولا امیرالمؤمنین و زبیر و بعض از اصحاب کشته شدن، لشکر رو به انهزام، بت هبل از بالا شده رفتاد زمین، ابو سفیان و لشکر رو به فرار، جنگم مغلوبه. خالد ابن ولیدی که بعد اسمشا گذاشتن شمشیر اسلام، به خاطر اینکه مالک ابن نویره را کشته بود و به زنش همون ساعت زنا کرده بود، اون مؤمن راه خدا را به گفته اهل سنت که در تاریخشون نوشتن، این خالد ابن ولید با چند نفر چندین بار آمد که از اینجا نفوذ کنه و از پشت لشکر اسلام را شکست بده. اینا با تیراندازی های ماهرانه و دقیق خالد ابن ولید ملعون و اصحابش را عقب روندن، لشکر کفر شکست خورد، رو به انهزام، مسلمین ریختن به غنیمت جمع کردن. خیانت بزرگی که قابل جبران نبوده و نیست و نخواهد بود اینجا اتفاق افتاد به دست اصحاب رسول الله. هرچه عبدالله ابن جبیر گفت، بابا پیغمبر فرموده است من سهم شما رو از این شمشیر و خنجر و آتش‌خالایی که دارن میریزن زمین بهتون میدم، گفتن نه، پیغمبر به ما خیانت میکنه، ما باید بریم خودمون سهم خودمون رو جمع کنیم. هرچه عبدالله ابن جبیر فشار آورد مؤثر واقع نشد، اونا کندند و رفتن، عبدالله با 12 نفر موند، یعنی با 11 نفر با خودش 12 تا موندند و خالد ابن ولید دور زد آمد، دیدین 50 نفر تیرانداز شدن 12 تا، با اینا درگیر شد، 12 را گردن زد، کش ریخ زمین، لشکر شکست خورده فراری دوباره همگیر شدند و برگشتند و مسلمین روز زمین داشتن آشغال جمع میکردن، شمشیر و خنجر و نمیدونم پرچم و آتشخال جمع میکردن، یک هدن دارن از پشت بهشون میزنن. 70 نفر از بزرگان، پدر جابر عبدالله انصاری همینجا کشته شد، غسیل الملائکه اینجا کشته شد، حمزه اینجا شهید شد. میفهمی چی بهت میگم؟ کسر لا ینجبر یا لا ینجبر، یک شکستی که قابل جبران نیست، به خاطر این خیانت 70 نفر کشته. جنگ دوباره مغلوبه شد، بر وجود مقدس مولا امیر المؤمنین 90 زخم کاری که هر یکیش کافی بود یه انسان از پا در بیاره وارد شد. شمشیر اون چنانی حضرت شکست، زره از دست، نیزه از دستش افتاد، با سنگ به دهان پیغمبر زدن، به سر پیغمبر زدن. دوباره ابو سفیان بت هبل را بار کرد و کشت و کشتار و خون ریزی در گرفت. پیغمبر به گودالی افتاد، سر پیغمبر شکست. اینجاست که خیانت دوم، ان الذين، سوره آل عمران آیه 166، ان الذين تولوا منكم
یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. قرآن میگه این اصحابی که در مدینه معصیت کار بودند، گناهکار و فاسد و فاسق بودند، اون گناه و جرم و فسق و فجور و فسادشون باعث ضعف ایمان پیغمبر اکرم را تو میدان جنگ غرق در خون، شیطان هم فریاد زد پیغمبر کشته شد، جبرئیل فریاد زد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شمشیر آورد، همه فرار کردن جز 12 نفر، یکیش علی بود اونجور، یکی زبیر بود اونجور، یکی مصعب بود اونجور، و در بین مردم اصحاب پیغمبر در جنگ احد به نص قرآن کریم، به نص قرآن کریم در جنگ احد 2-3 خیانت بزرگ کردن. یکی این که تنگه را رها کردن، تخلف از فرمان عصمت الله خاتم الانبیا کردن، باعث کشته شدن 70 نفر از شریفترین اصحاب رسول الله شدن. بعد هم عرض شد بر این که پیغمبر را تنها گذاشتن فرار کردن. نام نمیبرم، محول میکنم به محققین. امروز دنیا دنیای علم است، تتبع است، تحقیق است. برید کتابای اهل سنت را بخوانید، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، سیره حلبی و ابن هشام و غیره، ابن ابی الحدید و شرح نهج البلاغه، همه بزرگان اهل سنت و شیعه نوشتن که پیغمبر را تنها گذاشتند و فرار کردند. اسمشون تو کتابا هست، من اسم نمیبرم، خودتون برید بگرد ببینید کیا بودن. تا 3 روز مخفی و فراری. بعد از آنی که اوضاع آرام گرفت دوباره برگشتند، آمدن رشید و شجاع و دلیر و تو مدینه دیگه حالا شده بودن شیر. خیانت دومی که شد و واقعا قابل جبران نیست، عصبت بر این که در بفرموده ابن کثیر که از مفسرین و مورخین بزرگ اهل سنت است، بفرموده طبری که هم تفسیر داره و هم تاریخ، از بزرگان اهل سنت است، این دو بزرگ اهل سنت هم ابن کثیر نوشته است هم طبری، در تاریخ جنگشون در تاریخ و هم در آیات سوره آل عمران و در زیر آیه شریفه ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأت به یوم القیامه، در جنگ احد و در موقعی که مسلمین بعد از شکست دشمن و پیروزی شروع کردن غنایم را جمع کردن، بعد که جنگ مغلوبه شد و قصه به عکس شد و جمع کثیری از مسلمین شهید شدند، یک پرچم ابن کثیر نوشته، طبری هم نوشته، هر دو هم از بزرگان اهل سنتن، نوشتن یک پرچم سرخ قیمتی در این میان جنگ مغلوبه و درگیری و هم می جنگیدند و هم می کشتند و هم کشته می شدند و هم غنیمت جمع می کردن، یک پرچم رنگی قرمز رنگ قیمتی در این میان گم شد. موقعی که تلیگه لشکر رسید، دشمن از مدینه، از مکه تا مدینه 500 کیلومتر راست اومده بودن، در تلیعه لشکر این پرچم بود. موقعی که لشکر شکست خورده و جنگ خاتمه یافت و رفتن، دیدن پرچم نیست. این دو عالم بزرگ سنی نوشتن، اصحاب رسول الله گفتن این پرچم را پیغمبر دزدیده است برای خودش. آیه نازل شد ما کان النبی لن یغل، پیغمبر من دوز نیست، نگو. اصحاب رسول الله در جنگ احد خیانت اول رها کردن تنگه، خیانت دوم جنگ که مغلوب شد پیغمبر در میدان گذاشتن و فرار کردن. درست است در آخر آیه میفرماید ولقد عفا الله عنهم، خدا گذشت، لکن خدا با بزرگواری گذشته است، خدا بخشیده است گناه را، لکن بخشیدن گناه یه حرف است، عدالت صحابه یه حرف دیگر است. شما میخواد بگید تمام اینا عادلند، این اصحاب کجاش عدالت است که امر خاتم الانبیا را زیر پا میگذاره، تنگی را رها میکند، 70 نفر از رجال شریف اسلام کشته میشن.
این کجای عدالت است که پیغمبر را در گودال و دامنه کوه رها کرده با 12 نفر اون طرف هم لشکر جرار مشتک بیره فرار کنن برن قائم بشن مخفی بشن چند روز پیداشون نبود؟ این کجا عدالت صحابه است که قرآن کریم میفرماد اصحاب گفتن پیغمبر دزده و ما کان نبی ان یغله که آیه قرآن است. خب تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، زمخشری، کشاف، روح آلوسی، مفاتیح الغیب، فخر رازی، اینا هم از علماء اهل سنت هم نوشتن معانی را. اینا کجا عدالت است؟ بازم بگم برات در جنگ سال بعد، جنگ احزاب است که عمرو بن عبدود با 10,000 لشکر از تمام احزاب، گروه ها، دسته ها، جمعیت های حجاز، ابو سفیان 1 سال تقلا کرد و کوشش و تلاش نیروی فراوانی جمع کرد، 10,000 لشکر غرق در آهن و اسلحه و زره و شمشیر و نیزه، لشکر اسلام 700 نفر در جنگ احزاب. امیر المؤمنین فرمود که انا علی رؤوس المطیر، آمدن مدینه محاصره کردن، خندق کنده شد، عمرو بن عبدود که از سبب از تند خندق پرید این طرف، آیه سوره احزاب، حالا مجال تفسیر همه آیات که نیست، یه ماه رمضان باید ماه رمضان روز 1 سال آدم تفسیر آیات رو بگه برای شما. 18-19 آیه در سوره احزاب است. ببین اصحاب رسول الله را چجوری معرفی میکنند، میگد اصحاب رسول الله گفتن این لشکری که آمده است، 10,000 لشکر جرار غرق در آهن و اسلحه، یکیش عمرو بن عبدود است که با 1,000 سوار برابری میکرد، یکیش اون کسیست که وقتی خاتم الانبیا فرمود کی میره جواب اینا بده، اون عرصبت بر این که صحابی معروف گفت چی میگی آقا، مگه اینا نمیشناسی؟ اینا میگن فارس یلیل. امیر المؤمنین پاشد فرمود آقا جون من میرم جوابشو میدم. فرمود میدونی میگه این کیه؟ با 1,000 سوار برابر است. خدای من نان در سوره احزاب از آیه 9-27 در 18-19 آیه این جریان را نقل میکنه. یکی از آیات این است، میگن اصحاب پیغمبر گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، گفتن پیغمبر وعده دروغ به ما داده، پیغمبر دروغ گوست. آیه قرآن است، حدیث نیست، آیه قرآن است، تفسیر نیست. پیغمبر اکرم فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. اصحاب رسول الله کیان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره توبه آیه 58، گوش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، منهم من یلمزو گفه صدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. خدا می فرماید بین اصحاب تو کسانی هستن، من می دونم کیاند، سپاه صحابه وهابیت معین کند که کیاند اینا، اگر معین نکرد ما به همه بدبینیم و هستیم، من به عنوان یک مسلمان به همهشون بدبینم الا اون کسی که در جنگ احد پاکار وایساد تا آخر، چند بار خورد به زمین، جبرئیل گره بلندش کرد گفت یا رسول الله علی انصافا داره مواسات میکنه، انصافا فداکاری میکنه، 90 زخمی که هر یکیش یه انسان از پا در میاره بر بدنش خورده بود، اون وقت که بدنش را قوس میدادند با آقازاده های بزرگوارش امام حسن، این بدن همینجور جا شمشیر و نیزه خورد و خمیر بود. اون کسی که در جنگ احزاب، در جنگ خندق، شمشیر عمرو بن عبدود تا زیر ابرویش را شکاف حیدر بود، من اینو میشناسم، اما باقی دیگه را بهشون بد بمانم، چون قرآن معین نمیکنه کیان، تاریخ معین کرده است، تو بگو کیه، من میدونم کیه، تو بگو. چرا نمیگید مبلغین شیعه نون امام زمان میخوری؟ از امام امیرالمؤمنین دفاع کن، از امام زمان دفاع کن. انگلیسا رو دیدی طرحشونا، اسرائیل رو دیدی سازمان سیاشونا، گفتن اگر شیعه رو از برون هرچه زدیم روش کرد، من دیدم پرینتشو،
دارن قوم، اما باید شیعه را از درون منهدم کرد. انهدام درون از شیعه را از درون منهدم کردن به سه چیز است: مرجعیت، مهدویت، عزاداری. پاش وامیسی، دهان من نتوان دوخت تا دهان دارم، من دهنمو نمیبندم. عدالت، صحابه عادلن، خدای منن دستور توبه. آیه به نظرم 58 چشمام نمیبینه، 58 میگه که اصحاب تو کسانی هم که غنیمت جنگا که تقسیم میکنی اگه به این یه تومن بدی خوشحال میشه، اگه 5 ریالش بدی به نام کنت فرشت بده. من هم من یلمز و کف صدقات، صدقات یعنی غنایم جنگی. اگر پیغمبر اکرم میگه بابا این یه زن داره یه بچه، 3 تومنش بده، اون دوتا زن داره 6 تا بچه، 6 تومنش بده، این یکی به نام کرد به پیغمبر یلمز و لومزه، غیبت میکرد، تهمت میزد، به پیغمبر فحش میداد. فارسیش کنم، خدای من در قرآن میفرماید ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خدا میگه اگر مؤمنی هر حکم پیغمبر کرد، تو دیگه از خودت اختیار نداری. مؤمن آن است، قرآن میگه مؤمن آن است، پیغمبر حکمی کرد از خودش دیگه اختیار ندارد. خدا در سوره نساء میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. میگن اون وقتی مؤمنن که تسلیم گفتار و کردار رفتار تو باشن. اون وقت این آیه میگه اصحاب پیغمبر اگه پیغمبر بیه تو منش میداد خوشحال میشد، آقا یا رسول الله، آقا فدات بشم، آقا پیغمبری، اشهد ان محمد رسول الله، اما اگه 5 ریالش میداد فحش میداد. اینا سوره توبه 58 در مدینه هم هست، نه در مکه. اینا اصحابن. خدا در قرآن آبرو اصحاب برده، خدا در قرآن آبرو اصحاب پیغمبر برده، آبرو زیبا نداشته. در جنگ احزاب اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم بها فارجعوا و یستأذن منهم النبی و یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا. در جنگ احزاب اومدن گفتن یا رسول الله خونم تناست، زنم خون تناست، زنم میترسه، من نمیتونم جنگ بایستم. خدا میگه پیغمبرم دروغ میگن، میخوان جنگ فرار کنن، خونشون عوره نیست. اینا اصحابن. سوره احزابه، این که خوندم سوره احزاب بود. قرآن بخونید تا بفهمی چه خبر است. این چه عدالتی است که معاویه 40 سال بر فراز 70,000 منبر علی را لعن میکنه، اومد تو مدینه رفت رو منبر خاتم الانبیا علی را لعن کنه، پا منبر گفتن معاویه اگر تو این مدینه لعن به علی کردی اول کسی که با شمشیر باد برخورد میکند سعد و قاص است، پدر عمر سعد کربلا. از سعد ترسید، یکی از شورای 6 نفر است، اومد پایانو سعد خواست، گفتش که سعد تو چراست؟ من گفتم من خلیفه و امیر المؤمنین ام کردم علی لعنش کنی چرا نمیکنی؟ گفت به خاطر اینکه از پیغمبر سه چیز شنیدم که حاضرم تمام شتران سرخ موی حجاز مال من بود و من عوض میکردم با یکیش و نمیشود. گفت چی چیه؟ گفت یکیش در فتح خیبر است که فرمود فردا پرچم میدم به دست کسی که فرار کرار غیر فرار است، خدا از او راضی، او از خدا راضی، خدا او را دوست، او خدا را دوست، فتح میکند خیبر را به دستش. این یکیش بود. یکی در آیه مباهله نفس پیغمبر است، یکی هم در عرصبت بر این که حدیث منزلت پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون و من موسی. اینا من میگم نخیر، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1873 بعد از قرآن کریم، معتبرترین کتاب اهل سنت صحیح مسلم است، جلد 4 صفحه 1873 این معنا نقل میکند. اگر این حدیث صحیح است، که صحیح است، معاویه علی را لعن میکرده است، چطور شما ازش دفاع میکنید؟ چطور دفاع میکنید؟ مشهد مقدس، یه خاطره یادم بگم براتون، طور نیست، حالا اگه بقیشم بود فردا میگم برات.
دهه ولایت چند ساله که دهه قدیر، ایام قدیر خم را دهه ولایت معرفی کردند. هر سه شب، دو شب، چهار شب شما یه جا منبر میریم. من دهه ولایت پنج شب اول مشهد مقدس منبر میرفتم. از خمینی شهرم بودن رفقا، بعضی ها میمدن. وقتی رسیدم مشهد، از دانشگاه امام رضا اومدن سراغ من، گفتن آقا ما در دانشگاه برنامه داریم و سخنران گیرمون نیمده، شما بیا اونجا. 11:30 تا 12:30 سخنرانی میکردم در جمع دانشجوها، دختر و پسر، پسرها اینور، دخترها اونور. بعدم 12:30 تا 1:15 سوالای کتبی و شفاهی جواب میدادم راجع به موضوعات مختلف. پنج روزی که مشهد بودم قبل از عید قدیر، عید قدیر اومدم قم و رفتم قزوین. بعد تو این دانشجوها سنیای خراسان هم وجود داشت. یه جوان سنی اومد منو سوال پیچ کرد، از طرفی چجوری جواب بدم؟ گفتم آقا من جواب سوال شما رو که عرض میکنم، جواب سوال شما رو به یه شرط میدم. گفت چی؟ گفتم من 3-4 تا سوال مینویسم روی کاغذ، ببر پهلو شیخ دون، عالم دون، مال من جواب بیار. گفت بنویس. نوشتم 1، بسم الله الرحمن الرحیم، معاویه 40 سال بر فراز 70,000 منبر علی را لعن کرده است. 1، معاویه در جنگ صفین باعث قتل 150,000 نفر انسان شده. 2، طلحه و زبیر با علی بیعت کردن، بیعت را شکوندن، اومدن جنگ جمل 17,000 نفر کشتن. 3، خدا در قرآن به زن پیغمبر میگه قرنفی بیوت کن، بشینید تو خونادون. نوشتم رو کاغذ دستش، رفت و فردا آوردم شیخ سنی مشهد، نوشته از بسم ای تعالی آیشه. یه سوال دیگه هم بود، حالا بهش که میرسم میگم، بهش می حالا یا فردا بهش که میرسم میگم. یه سوال دیگه هم بود، اینو حالا من تحنه میکنم، بذار بگم. در آیه 60 سوره اسراء که آیه شجره ملعون است و تمام مفسرین سنی نوشتن، تمام مفسرین سنی نوشتن منظور از شجره ملعون بنی امیه، پرز مفصل صحبت کردم. فخر رازی در مفاتیح الغیب تفسیر کبیرش، اسمش مفاتیح الغیبه، 30 و چند جلده، در ذیل این آیه می نویسه، حدیث نقل می کند، پیغمبر اکرم بعد از اینکه خواب دید آیه نازل شد، ابوبکر و عمر را صدا زد بیاد اینجا. وقت اومدن فرمود من این خواب دیدم. فخر رازی از اعاظم مفسرین اهل سنت است، از بزرگان است. نوشته رسول الله ابوبکر عمر صدا زد فرمود من یه همچی خوابی دیدم، تعبیرش هم شجره آیم آمده است، تعبیر شجره ملعونه و میمونه رو منبرن بنی امیه. ابوبکر چرا به ابوبکر عمر گفت؟ برای اینکه ابوبکر عمر میدونستن عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص ابن امیه بنی امیه است، معاویه ابن ابو سفیان ابن امیه بنی امیه. سوال من این بود، امام فخر رازی میگه پیغمبر اکرم شجره ملعونه و آیه را به بنی امیه تفسیر کرد، سوال من این است، به ابوبکر عمر هم فرمود این معنا را. سوال این است که چرا وقتی شام فتح شد عمر معاویه را استاندار شام کرد، با اینکه پیغمبر بهش فرموده بود شجره ملعونه بنی امیه معاویه راستشون، چرا؟ چرا عثمان تو شورا آورد؟ این سوالای بود دارم دستش. یه میگه نگاه کرد گفت همه مسلمه است. گفتم کتاب خودتونه، کتابش دستم بود، بیا. گفتم اینا بیا ببر، این کتابش دستم بود، همین دستم بود. گفتم این کتابش، اینم سوالا، فردا برام بیار. فردا آمد به جان امام رضا، دیدم دیدش نوشته بسم الله تعالی عمر، معاویه، طلحه، زبیر و عایشه مجتهد بودند، اجتهاد کردن، در مقام اجتهاد به اینجا رسیدن که باید بیعت را بشکنن، با علی بجنگن. گفتم جوون کجای قرآن نوشته آنش مجتهد است؟ گفت قرآن نیست، سنت است. گفتم حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. زیرش نوشتم، گفتم بده من کاغذا، سوالا ببر جواب بیار برا من. زیرش نوشتم آقا جونم، خدای منان در قرآن میگه شرک حرام است، زنا حرام است، لواط حرام است، شراب حرام است. من اجتهاد میکنم میگم حلال است. میشه اجتهاد در مقابل نص؟
خدا تو قرآن میگه یه نفر رو بکشید جزا و جهنم است تا خدا خداست، نه 150,000 نفر. عمار را کشتن اجتهاد است. فردا روز پنجم بود میخواستم بیام، دانشجو اومد، اشاره کردم بیا، اومد جلو منو بغل کرد گفت سید آرامش از من گرفتی، استرابش حاکم کردی. دیشب تا صبح نگاه میکردم و نمیفهمم معناشا. سروران اهل علم میدونن جلد 22 بهار از 15 تا 22 تاریخ وجود مقدس خاتم الانبیاس. در جلد 22 آخراش روایات فراوانی هست، روایات فراوانی از کتاب شریف کتاب الوصیه عیسی ابن المستفاد اونجا آورده. رسول معظم اسلام در این روزها، رسول معظم اسلام در این روزها چند تا مجلس داشت. رسول معظم اسلام صحیح بخاری نوشته عصبت بر این که چند تا مجلس داشت. در یک مجلس وفات شهادت رسول اکرم با سم روز دوشنبه 28 صفر بوده، روز پنجشنبهش که تمام کتابای اهل سنت نوشتن ابن عباس می نشست گریه می کرد اونقدر که سنگریزه های زیر پاش تر می شد و می فرمود الرضیه کل الرضیه یوم الخبیث، هرچه مصیبت بر ما وارد شد روز پنجشنبه شد. پیغمبر اکرم اصحاب طلب کرد. صحیح بخاری باب ان المریض اذا قال قوم عني، باب رجم الحبلا، چند جای صحیح بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری صحیحش از تمام کتب اهل سنت صحیح تر است. حدیث صحیح است، باید جواب بدن، باید جواب بدن. پیغمبر اکرم فرمود بیارید برای من قلم و کاغذ، فتنه را میدید. رسول اکرم لشکری به فرمانده اسامه ابن زید که زید ابن حارثه با جعفر طیار در جنگ تبوک، در جنگ تبوک، در موته، جنگ موته، جنگ موته در اردن با رومیا شهید شده بودن، اسامه پسرش را فرمانده لشکر کرد. فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسی که از لشکر اسامه تخلف کنه یا نره بیرون یا برد و برگردد. خدا لعنت کند کسانی را که برگشتن، هر کس به لعن خاتم الانبیا. من اسم نمیبرم چون نبودم اونجا، چون نبودم اونجا، تاریخ نوشته کیا بودن. برگشتن تو مدینه. اینایی که از لشکر اسامه تخلف و برگشتن به لسان خاتم الانبیا ملعونن، هر کس. کتاب خودشون نوشته. نشستن اصحاب اومدن تو اتاق دور پیغمبر اکرم گرفتن. پیغمبر اکرم فرمود بیارید برای من قلم و کاغذ بنویسم صحیح بخاری، چیزی که بعد از من گمراه نشید، این بساطا نیفته که میبینید تو دنیا. صحیح بخاری نوشته است اصحاب، اسمش تو صحیح بخاری هست، اون کسی که صدا منو میشنوه به خودش بره ببینه، شما که میدونید کیه، برای دیگران گفتن اسمش لازم نیست، برن ببینن کیه، صحیح بخاریشون رو برن ببینن. وهابیا گفت ان الرجل یهجر، هزیون میگه، شر رو بر میگه، نگفت ان النبی، ها ایا اهل العالم، اصحاب رسول الله به رسول گفتن ان الرجل، من میگم، من میگم، من نون امام زمان خوردم و میگم، من نون بابام علی خوردم و میگم. هر کسی تو قبر میتونه جواب علی رو بده، هر کاری میخواد بکن. آره، خود داند شب اول قبر. یکی اینا بود. پیغمبر فرمود قوم و عنی، پاشید برید، دیگه فایده نداره بنویسم من پاره میکنید، فایده نداره. فرمودن که جلسه دوم با زناشون بود، 9 تا زن داشت پیغمبر امروز که از دنیا رفت. نشستن فرمود همسرا من به شما بدی نکردم، من به شما ظلم نکردم، یه آفتابه را شما رو من آب نکردید، آفتابش خودش آب میکرد میذاشت بالا سرش بالا وضو سحرش که زنش آب نکنه براش، به زنش دستور یه آفتاب آب کردن نمیداد پیغمبر. ببینید سیر پیغمبر اکرم را، کاری که نکردم که.
من خدا چند تا پسر بهم داد. قاسمم رفت خودم دفنش کردم، عبداللهم رفت خودم دفنش کردم، طیب و طاهر، ابراهیمم مرد خودم کفنش کردم، خودم دفنش کردم، دخترها مردن، منم و یک دختر دارم میرم، منم و همین یه دختر. سادات انجمن برای ناموس دون امروز قشنگ گریه کنید، برای مادر دون امشب قشنگ گریه کنید. آقای بزرگواری که جوونت بچه دار نمیشه و التماس دعا گفتی، بسم الله، سفره پهن کردن مال من خوردن از تو. خانم مریض سفره از من خوردن از تو. یلا من قبل از این که عرقم خشک بشه از مادرم زهرا هرچی بخوای براتون میگیرم. اینا قول میدم، اینا قول میدم، مادر من بزرگوار است، هرچی بخواد در نظر بگیر. یا زهرا من قول دادم ها، یا فاطمه تو زهرا من قول دادم به اینا. بسم الله، امروز روزشه. فرمود مواظب این دخترم باشید، همین یه دختر من دارم میذارم و میرم، دخترم حامله است. خاله ما میفهمیدن چی؟ دختر من 6 ماهشه، میفهمی یعنی چی؟ خانم 6 ماه دست بهش بذاری اذیت میشود، میفهمی یعنی چی؟ تخته در نوا، لگد نوا، دست بهش بذاری اذیت میشه. دارید همتون میدونید، دختر دارید، عروس دارید، خواهر دارید. یا زهرا ها، صدا یا زهرا برد مدینه، کار دارم امروز، امروز کارت دارم، امروز میخوام حق عزاداری 2 ماه ادا کنی. امام سجاد وقتی برگشت مدینه، ببینید رمز المصیبه را، امام سجاد وقتی برگشت مدینه رفت سر قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله اگر سفارش کرده بودی که امتت ما را بزنن، به خودت قسم بیش از این نمیشد. یا رسول الله من که تو را درک نکردم، ولی پاشو ببین عمه هم زینبا چی کارش کردن. یا رسول الله این جلسه تمام شد، جلسه دیگر برقرار شد. حدیث در جلد اول اصول کافی است، عربی. حدیث در جلد 22 بهار است، عربی. حدیث صحیح است. علامه مجلسی قدس الله تربته القدوسی در کتاب شریف مرآت العقول به این حدیث که میرسند بفرماد معتبر الحدیث، معتبر است، حدیث وحی منزل است، حدیث جول حسن احمدی قربونش میره، فداش بشم، دین و ایمانمه. حدیث چی میگه؟ حدیث میگه گوش، اهل سنت، یکی از کتب معتبر اهل سنت، کنوز الحقائق صفحه 188، پیغمبر فرمود یا علی انت به منزلت الکعبه، تو به منزله کعبه هستی. استلقابه جلد 4 صفحه 31، رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنیه، خوب سنیه، صلی الله علیه و آله و سلم قال انت به منزلت الکعبه، تو تا ولا تأتی. اصل اول این است، هم شیعه نقل کرده در کتاب الامامت بهار و هم سنی. پیغمبر فرمود یا علی مسئله تو مسئله کعبه است، مردم باید بیان دورت بگردن، اگر تو هم اونجا باید واسی، اگر آمدن گشتن بهش، اگر نیامدن کعبه سرجا خودش. نبوت غیر از امامت است. نبوت یا ایها رسول بلغ، یا ایها المزمل قم، یا ایها المدثر قم، بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. اما امام نه، امام میشینه، اومدی اومدی بهش، نیومدی برو با امید خدا، هر جا میخوای برو. انا هدینا السبیل، سبیل امام است. ها، یا علی اینجوره، یه مطلب، یک اصل. اصل دوم، اصل دوم، به مجردی که خاتم الانبیا از دنیا رفت، مسلمین موجود در مدینه 2 دستن، مهاجر و انصار. انصار، مهاجر و انصار هر 2 در قدیل خم حضور داشتن، به اجماع مسلمین هر 2 هم با علی بیعت کردن.
هر دو بیعت کن با علی. اول شکست در مدینه، مسلمانای انصار اوس و خزرج، مسلمانای مدینه رئیسشون سعد ابن عباده را که فردا تکی در رابطه این مرد خبیث براتون نقل میکنم، در رابطه با عایشه فردا نقل میکنم، اینا مسلمانای مدینه انصار سعد ابن عباده رئیس قبیله اوس و خزرج برداشتن رفتن تو سقیفه بنی ساعده باش بیعت کنن که تو امام ما باش، یعنی ما علی را قبول نداریم. بیعتی که در غدیر خم 70 پیشنی کردن پاره کردن، این نشانه ایمان ایناست. در غدیر خم اول کس که بیعت کرد، اول کس که شکون همین بود. مهاجرین مسلمین مکه خبر شدن که در سقیفه بنی ساعده خبر هاست، دویدن رفتن اونجا، لگد و مشت و دست و کار و پر کشیدن رو خودشونو، بیعت کردن با ابوبکر، رفتن رو مسجد مسلط شدن. علی هم داره پیغمبر رو قوس میده، رها کنه پیغمبر رو بره اونجا. از تو میپرسم، تو مسلمون، پیغمبر از دنیا رفته است، اون عظمت اون شخصیت، بدنش بی قسل و بی کفن رو زمین، زهرا داره گریه میکنه، بودو بره سقیفه بگه چه بیعت کردن باش 70 روز قبل در غدیر خم 120 هزار نفر. تاریخ ها مگه میشه هاشا کرد؟ مگه ما میذاریم هاشا کنید؟ مگه ما میذاریم؟ جون دادت اجدا موسی بن جعفر برای حفظ این قصه 14 سال تو زندان سیلی و تازیانه خورده است، مگه ما میذاریم؟ مگه ما میذاریم؟ حرف نیست که، شوخی نیست، اصل دین ماست. جون میدادن براش، ما هم جون میدیم. یلا بسم الله، یلا بسم الله، یلا بسم الله. خب مهاجر بیعت را شکونده، ایمان است، عدالت است. به به، انصار بیعت را شکونده، عدالت است. علی مونده است چهار تا. پیغمبرم در آخر عمر در جنگ موته با رومیا جنگیده است، رومیا لشکر کشی کردند و دندون تیز، از این برم به ایران نامه نوشت، ناسخ‌الدین نامه آقا رو پاره کرد، این هم دندان کشیدند و لشکر. دو خطر بزرگ از اون ور، علی است و چهار نفر از این ور، اون هم همه دشمن. چکار کنه؟ تو بگو، تو بگو چکار کنه. میدونی با چکار کنه؟ آره، جبرئیل نازل شد امروز، دیشب. حدیث در اصول کافی است، حدیث علامه میفرماد، خریت فن حدیث علامه میفرماد حدیث صحیح و معتبر است. حدیث در اصول کافی جلد اول و 22 بهار است. گوش به من باش، با من باش، با من باش. جبرئیل آمد با میکائیل با ملائکه نشستن، عدد ملائکه در حدیث نیست، نشستن پیغمبر اکرم هم ملقا علی قفاه به پشت افتاده بی حال محتضر، فاطمه هم به شدت گریه میکنه. عزرائیل اومد دم در، در را زد به صورت یک عرب. فاطمه زهرا فرمود بابام بی حال است، من راد نمیدم. بار دوم، بار سوم پیغمبر فهمید، فرمود دخترم چی خبر است؟ گفت آقا یه عرب است اجازه میخواد بیاد تو، من راش نمیدم. فرمود عرب معمولی نیست، این عزرائیل است، هر جا بره اجازه نمیگیره، اینجا به خاطر تو اجازه میگیره دخترم، به تو احترام میذاره، به من احترام میذاره، وارد میشه. ای داد بیداد، ای نامرد مردم، ای نامرد مردم، ای نامرد مردم. خونه ای که جبرئیل بدون اجازه وارد نمیشد میسال اجازه میگرفت، خونه ای که عزرائیل وارد نمیشد بدون اجازه وارد نمیشد اجازه میگرفت. پیغمبر افتاده است، جبرئیل گفت یا رسول الله مر به اخراج من اندک الا علیان، به مردم به این اصحاب بگو همه برن، بنی هاشم برن. یه جلسه با بنی هاشم داشت، عموزاده هاش، بابا عموش و عموزاده هاش. فرمود عمو جانم، عموزاده ها، اگه دین میخواید علی، اگه دنیا میخواید علی، اگه آخرت میخواید علی، علی ها تنها نگذارید، و نسید تنهاش بذارید، دختر منو بزنن ها، و نسید ها،
امیرالمومنین نهج البلاغه است، فرمود اگر عموم حمزه و داداشم جعفر طیار بودن من اینجور نمیشدم. آخ یا امیرالمومنین مددم کن بگم چه کردن باد، یا فاطمه کمکم کن بگم با این مردم که چه کردن با این یه دختر پیغمبر. اصحاب رسول الله، اصحاب رسول الله، برید ببینید کتابا نوشتن کی کرده. جبرئیل اومد مر به اخراج من عندک، زنا برن، بنی هاشم برن، اصحاب برن، درا ببند کس نیاد. خب چیکار داری؟ فرمود به علی بگو بیا بشین، کارش داری. آخه به علی بگو بیا بشین، کارش داری. چیکارش داری؟ من فارسیش میکنم، از طرف خدا اومدم دستا علی از پشت ببندم و برم. فارسیش اینه. گو باشد آقا جونم، بفرمایید. امیرالمومنین فرمود آمدم و دو زانو محضر خاتم الانبیا نشستم و فاطمه تو بین سطح و الباب، فا بید الیمنا الحسن و الحسین بیدها الیسرا. فاطمه زهرا اومد تو، حسن دست راستش، حسین دست چپش، در را بست، بین در و پرده ایستاد. پیغمبر اینجا، ملائکه هم اینجا، علی هم اینجا، فاطمه هم اینجا، یه اتاق سه در سه نشستن. گفت بفرمایید آقا جون، در خدمتم. پیغمبر فرمود هذا جبرئیل و هذا میکائیل مع الملائکه المقربین جاءوا من عند الله رب العالمین. چیکار دارن؟ گفت بفرما جبرئیل. آقا میفرماد صدا جبرئیل میشنیدم، سمعت الکلمه من جبرئیل. حدیثا ببینید، حدیث دو صفحه است، عربیش دو صفحه است. گفت بفرمایید آقا جونم. عرض کرد یا رسول الله به علی بگو خدا سلام میرسونه. میگه بعد از تو مردم قبولت ندارن، نمیخواند. بیعت نصارا انصار بیعت میشکنن، بیعت مهاجر میشکنه، انصار میشکنه، از اون برم خطر روم و ایران، حکومتم نوپاس، تو مثل کعبه ای، اگه مردم اومدن قبول کن، نیومدن قبول نکن. ما میخوام این امت رو امتحان کنیم، منتها تو این وسط، تو و زهرا باید له بشید تا امت امتحان بشن. گفت بسم الله آمادم. بفرمایید، بفرمایید. گفت جمله اول تقصب و حقک، یا رسول الله به علی بگو. مولا میفرماد پیغمبر میگو به من، ولی من خودم میشنیدم. گفت یا رسول الله به علی بگو تقصب و حقک، این خلافت و ولایت و امامت و رهبری امت مال توست، ازت میگیرن، قسمش میکنن. گفتم اصبر یا رسول الله. باشه، میخوام چی کار، میخوام چی کار. کفششو نشسته بود وصله میداد، ابن عباس اومد تو. آقا فرمود ابن عباس این کفش پر از وصله من چند میارزه؟ گفت چی؟ گفت چند میارزه؟ گفت چی؟ گفت چند میارزه؟ گفت یه ریال. گفت حکومت بر شما از این کفشم برای من بیارزشتر است. ملتی که این باشه، علی حکومت به اینا کنه که خون به دلش کردن. گفت صبر میکنم. گفت جبرئیل گفت یا رسول بگو تختک حریمک، حد که حرمت ازت میشه، سلامت نمیکنم. قلت و اصبر یا رسول الله. باشه صبر میکنم، سلام نکنم، من سلامشون میکنم. اما مردم به خدا اومد تو خونه، دید فاطمه داره گریه میکنه. گفت دختر پیغمبر چرا گریه میکنی؟ گفت برای من خبر آوردن مردم دیگه سلامت نمیکنن. راسته؟ گفت فاطمه جان حالا که شنیده ای داره گریه میکنه، بذار بگم برات تا خوب گریه کنی. من سلامشون میکنم، روشون رو بر میگردونن، جواب سلام بهم نمیدن. من تشنه محبتم، آبم نمیدهن، گل دادم ز دست و گلابم نمیدهن. گویی شنیده ای که سلامم نمیکنن، من میکنم سلام، جوابم نمیدن. ای داده بیداد، چه کرد دنیا با علی؟ ای اوف به این دنیا، ای لعنت به این دنیا. گفت خب بعدش بفرمایید. گفت الا ان تخذب لحیتک بدم این عبید، تو محراب مسجد کوفه میباد نگه داری ابن ملجم بزنه و بره، محا شهادت را خدای منان کرامت نیست به تو داده است، محاسنت از خون سرت خذاب بشه. گفت اصبر یا رسول الله. جبرئیل برو به پی خدا بگو علی سلام رسون. گفت صبر میکنم، من شمشیر ندیده و شمشیر نخورده و نجنگیده و ندیدم، من ده ها بار تا حالا تو دامن مرگ رفتم و خدا نخواسته، باک ندارم. باشه، اما مردم، اما مردم،
اما خدا مرگم بده مردم. امان از این جمله‌ای که امیر المؤمنین فرمود، وقتی این جمله را از جبرئیل شنیدم، وقتی این جمله را از جبرئیل شنیدم، با صورت خوردم به زمین. فسحق تو جمله مولایم امیر المؤمنین این است: سادات انجمن ببخشید. آقایونی که متوجه میشید ببخشید. فرمود فسحق تو حین فهمت الکلمت من جبرئیل حتی خررت علی وجهی. جمله ای که جبرئیل به پیغمبر گفت قبل از آنی که پیغمبر به من بگه، یک جیغ زدم با صورت خوردم به زمین. علی فاتح جنگ بعد، علی فاتح جنگ احزاب، علی فاتح جنگ خندق، علی فاتح جنگ احد، علی نائم در بستر پیغمبر، از پا در نیامد، اینجا از پا در آمد. فرمود با صورت خوردم به زمین. جبرئیل گفت یا رسول الله به علی بگو اتفاقا خدا گفته همینجا باید بگید صبر میکنم، تا علی نگوید صبر میکنم من نمیتونم برگردم، باید بگه صبر میکنم. فرمود پاشتم نشستم، گفتم یا رسول الله به جبرئیل بگو بره به خدا بگه علی سلام رسون. گفت باشه صبر میکنم، اما دستان باید دسته باشد ها، اگه دستان باز باشه میترسم نتونه. اون جمله چی بود؟ اون جمله چی بود؟ اون جمله ای بود که حسینم تو قتلگاه نتونست بشینه. حسینم تو قتلگاه وقتی گفتن میخوایم ببینیم زنده است یا نه، گفت اگر میخواید بدونید حسین زنده است بگید لشکر رب به خیمه ها. دیدن حسین بلند شد، گفت بابا تا من زنده هم نرید سلام دل بچه ناموس میکشه آدم ها. مردا بگیرن بزنن زندان اعدام شکنجه تازیانه مرد است، اما ناموس رو چیکارش کنن؟ دخترم رو چیکارش کنن؟ زن و بچه رو چیکارش کنن؟ یا امیر ما اون جمله این بود. جبرئیل گفت یا رسول الله به علی بگو خونه تو می سوزونن، زهرا بین در دیوار گیر میکنه، با تازیانه بازو را پاره میکنن، با سیلی صورت را کبود میکنن، با میخ در با تخته در سینه را میشکنن، 40 نامر روی ناموس حامله میریزه، یکی با قلاب شمشیر میزنه، یکی سیلی میزنه، یکی تازیانه میزنه، یکی لگد میزنه. مردم والله قسم تو کوچه با لگد تو پهلوی زهرا میزدن. ایوان ناس ضبطش کن، ایوان ناس از به این قرآن قسم، ایوان ناس به این قرآن قسم اصحاب پیغمبر زهرا را زدن، به این قرآن قسم اصحاب زهرا را کشتن. برید ببینید اسمشون چیه. مولا گفت زنم رو میزنن زهرا رو، بچه‌م چی میشه؟ محسن چیش ما تو دل ننش، او چی میشه؟ گفت یا رسول بهش بگو محسن اول شهید است، محسن اول شهید است. خب مولا پاشد نشست، فرمود یا رسول به جبرئیل بگو برو به خدا بگو باشه چون تو میفرمایی باشه. ریختن در خونه و اون بساط ردشم رو برگردم حدیث تموم بشه، از علی میثاق گرفت، صدا زد فاطمه جانم بیا بابا. جبرئیل گفت یا رسول الله به فاطمه گو بیا. فاطمه زر آمد و نشست کنار امیرالمومنین، امام حسن این ور، امام حسین اون ور. پیغمبر فرمود بابا جون فاطمه شنیدی جبرئیل به علی چی گفت؟ گفت آره بابا جونم. گفت بابا جونم پس وقتی میان دمه در علی را ببرن تو بیا سپر علی شو.
تو بیا سپر علی شو، حاجت مندا بی حاجت گله نکنی ها، مشکل دار بی مشکل گله نکنی ها. من میگم اینا، فرمود فاطمه جانم شب عروسی علی چیزی برای جهیزیه خریدن نداشت، علی زرهش را فروخت برای تو جهیزیه درست کرد. حالا وقتشه تو زره علی بشی، حالا سپر علی بشی. گفت بابا جون چیکار کنم؟ گفت میان دم در، در میسوزه، در را رها نکنی ها، هرچه با تازیانه میزنن در را نگه دار. خودشم نوش معاویه، در که نیم سوخته شد، با لگد زدم تو در، در جا کنده شد، در و زهرا بین در و دیوار گیر کرد، فشار دادم میخ در، در سینه زهرا فرو رفت. شبی که علی قوس میداد زهرا را، هنوز از سینه اش خون میریخت. مردم دخترم سیلی بهت میزنن، میدونی چجور؟ مردم من دیدم صورت فاطمه زهرا دو طرف کبود بود، چون اولا دو دستی میزدن و تو کوچم وقتی سیلی زد این طرف خورد به دیوار، این ور از سیلی کبود بود اون طرف از دیوار. گفت دخترم وایسا پشت در. نوشت گفت وقت دیدم زهرا اینجور شد، در کشیدم جلو، زهرا افتاد رو زمین، رفتم از زهرا عبور کنم برم تو. یادم آمد از کینا که از علی به دلم بود، برگشتم و معاویه چنان با سیلی زدم، گوشواره از گوش زهرا پرید، زهرا افتاد رو زمین. کلمه ختم من یه جمله است: خدا وکیلی زود بگیر، حقشو ادا کن، تو خونه دم شب گریه کن. مردم زهرا که تو دالون خونه افتاد زمین، از این جمله چی میفهمی؟ علی وقتی رسید دید زهرا افتاده، اون مردکم ایستاده است، علی چکار کرد؟ عباشو برداشت انداخت رو زهرا. فهمیدی یعنی چه؟ فهمیدی یعنی چه؟ فهمیدی یعنی چه؟ عباشو برداشت انداخت رو زهرا. اول زهرا را پوشوند، زهرا هم بچه سخت شده، از سینه خون میاد، تازیانه دست پاره کرده، افتاده رو زمین. علی اومد بیرون، زهرا از جا بلند شد، خسته شدم و خستت کردم ببخشید، اما حیفم میاد مادرم زهرا مرسی سرایی دوست داره، دو خط میخونم. جان مادرم زهرا، هر که حاجتی داره تو این دو خط، امروز دست خالی نری بیرون از اینجا. میزد مرا مغیره و ها ها، میزد مرا مغیره و یک تن به او نگفت، زن را کسی برابر شوهر. بیش از همه به حالت زینب دلم بسوخت، چرا؟ دختر کسی برابر مادر. گردیده بود قنفذ هم دست با مغیره، این با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ